بخش دوم برنامه قرار داریم، بخش معرف و اونو که تو این عادت امروی کردید و کسایی که هم فعلا ما پیوستن صبح شما بخیر باشه. و در بخش معرف هم میزان را با خود داریم احمد موری جان و همچون ابوذر جان. سلام، صبح بخیر تختیمتون، خوش آمده. سلام و عرض خدمت شما و دوستان عزیز که از پشت صحنه تلویزیون ما را میبینن و یک سلام خاص دارم تقدیم اساتیدم و پدر و مادر جانم. خیلی تشکر موری جان و ابوذر جان، هم خوش آمدید میگیم. به نام خدایی که خاک آفرید، کزان خاک انسان پاک آفرید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون بیگ. مفتخرم که بار دیگر با شما هستم. صبح زیبایتان را با الطاف بیکران الهی و نگاه پرمهر الله آغاز کرده باشید. بنده ابوذر ثابت، متعلم صنف 12 لیسه بنیاد معارف افغان ترکمی باشم. بسیار خوب، تشکر ابوذر جان. و بیاییم هست احمد موری جان بپرسیم که صنف چند مکتب هست؟ بنده نیست، صنف 12 بنیاد معارف افغان ترکمی باشم. صنف 12 هست. بسیار خوب. خب میشه بگویی که احمد منیر جان مرید جان میشه بگی که 12 سال مکتب را چطور سپری کردی؟ 12 سال مکتب با بسیار خوشی سپری کردیم و در مکاتب قبلا تا صنف 7 در مکاتب افغان ترک نبودیم، خارج از افغان ترک بودیم، در اونجا خواندیم و بعد از صنف 7 در صنف 8 تا 12 را در مکتب بنیاد معارف افغان ترک خواندیم و خیلی راضی هستیم. بسیار خوب. خب موری جان، میشه بگویی که درس های معارف افغان ترک چگونه هست و چقدر خودت آماده به این کرده که راهی امتحان کنکور شوی و نتیجه دلخواهد به 15 دلخواهد کامیاب شوی؟ بنیاد معارف افغان ترک تنها فوکسش بالای کنکور نیست و به خاطر امتحانات جهانی نیز ما را آماده میکنه و در المپیاد و المپیاد ریاضی و ساینسی مضامین ساینسی ما اشتراک داریم و از اونجا هم دستاوردهای خوبی داریم و در بخش کنکور نیز ما را بسیار کمک میکنن و برای او هم آمادگی داریم. بسیار خوب. بسیار خوب. موفقیت های بیشتر تا همچنان آرزو میکنیم. خوب ابو زهر عزیز، میشه خودت بگی که 12 سال مکتب چطور سپری کردی؟ برای خودت چطور بود؟ 12 سال مکتب قسمی که گذشت، یعنی پر از خاطره است. هر لحظه مکاتب پر از خاطره است که ما درس میخوانیم. ولی ما که 12 سال در نظر خودمون سپری کردیم، پر از رقابت بود و هر سالی که در هر صنف رفتیم یک حریف جدید به خود پیدا کردیم. تا صنف 7 در مکاتب دولتی خواندیم در لیسه قزانچی بابام و بعد از سپری نمودن سه امتحان راهی مکاتب افغان ترک شدم که حالا صنف 12 شدیم و آمادگی کنکور رو با این چیزا سرگردان هستم. بسیار خوب. خب ابوذر جان، میشه بگی که چند ساله هستی؟ خودم 16 ساله هستم. 16 ساله هستی، صنف 12 مکتب. و احمد موری جان چند ساله است؟ من 17 ساله هستم. 17 ساله هستی. خب دلیلی که خودت 16 ساله هستی و صنف 12 مکتب رسیدی چی هست؟ چون اگر حساب بکنیم تو از اگر با اساس همو تخمینی که بزنیم باید از 7 سالگی مکتب شروع شوی و از 7 شامل شوی یا باید 18 ساله بوده باشی. اما 16 هستی، دو سال ارتقا دادی چگونه؟ من وقتی که صنف 5 بودم فامیلم خواستن که در افغان ترک برم، شاید دو استعداد ما دیده باشن و من یک سال ارتقایی امتحان دادم و بعد از اینکه صنف 7 شدیم در مکاتب افغان ترک امتحان دادم و کامیاب شدم. بسیار خوب. خب ابو زهر عزیز، میشه بگویی که اگر باسم در مکتب قزانچی درس میخواندی و نمیرفتی افغان ترک، باسم همین استعدادی که امروز داری میداشتی؟ خب بازم که انسان فعلا نمیتونه، هر دلیلی میشه که برای رشد زندگی آدم پیشرفت میتونه و خداوند تقدیر میره نوشته کرده بوده که من صنف بعد از صنف 7 مکاتب افغان ترک برم و شایدم در لیسه قزانچی بابا میبودم، قسمی که حالا پیشرفت کردم نخواهد میگردم. میبینیم که امروزا در مکاتب دولتی او قدر چی نیست که مردم کوشش هم نمیکنن، نسبت به این مکاتب خیلی استاندارد نیستن، یعنی مکاتب ما خیلی استاندارد است با صد سوی جهانی، اما نیست دیگه، مکاتب دولتی متاسفانه امکانات نداره. آها بسیار خوب. خب موری جان عزیز، میشه خودت بگویی که 12 سال مکتبم تمام شده، رو اسم میخوای در آینده چی شوی؟ در آینده میخوام یک دکتر موفق شوم و بر کشورم خدمت کنم از هر طریقی که میشه. و این حالت که کشور ما داره بسیار یک حالت بدی داره و باید ما جوانا از این حالت کشور بکشیم و
کشور ما را آباد کنیم. خب مرید جان عزیز، ما هر شاگرده که مهمان کردیم درباره ما گفتن که ما میخواییم دکتر شویم، چرا نمیخوایی انجینر شوی؟ انجینر هم شوی میتونی در افغانستان خود خدمت کنی، اگر یک استاد هم باشی میتونی به افغانستان خود خدمت بکنی، چرا میخوایی که دکتر شوی؟ و خیلی جوانان امروزی ما آرزویش همی بوده که دکتر شویم. خیلی آرزو دارن ولی من هدف دارم که دکتر شویم و آرزو چیزی است که کلگی میتونه. بله. و هدف هر کس نمیتونه، یعنی پشت هدفش برم. از خردسالی هدف مامی بود که دکتر شوم و بر کشورم از هر طریقی که میشه خدمت کنم. بسیار خوب. خب میشه بگی خیلی، البته با درسای مکتب چگونه هستی و چقدر در داخل صنف فعال هستی و خودت درجه چندم به صنف داری؟ در مکتبم دوستای ما خیلی خوب است در درسا، ولی من فعلا اول نمره صنف خودم هستم. بسیار خوب. چند سال میشه که اول نمره هستی؟ من یعنی از مکتب دولتی که بودم اول بودم، در اینجا اومدم تو بالا اول هستم. بسیار خوب. و کسی هست داخل صنف که با خودت رقابت بکنه و هر سال کوشش زیر بکنه که خودت از اول نمرگی او طرف بکنه و خودش اول نمره شه؟ بله، طبعا افغانتر جای کسایی است که پرستعداد هستن، بچهای بسیار با استعداد در صنف ما هستن و نمرات ما هم در خیلی امتحانات یک قسم بوده و دو سه نفر هم اول داشتیم در صنف. بسیار خوب. و ابوذر جان از داخل صنف چند نمره هست؟ قسمی که مورد جان اشاره کردن با شاگردای با استعداد در مکاتب افغانتر درس میخوانن، یعنی فرق بین شاگردها شاید 0.1 و 0.2 باشه. این سال متاسفانه که ما دوم شدم. متاسفانه، بازم افتخار که ابو زهره عزیز. خب چند نفر در صنف امروز رقابت داره؟ یعنی ما برای شما بگویم که 10 نفر مسلسل هم یک 0.1، 0.2، 0.001، یعنی خیلی با نمرات کم در درجه پیش میرن. بسیار خوب. امسال وقتی که دوم شدی چی احساس داشتی ابو زهره جان؟ یعنی که احساس ما ابزار کرده نمیتونم دیگه چی بگم براتون. انسان هست، گاهی شکست میخوره. شکست باعث میشه که شما پیروز شوین. اگر این شکست ها را شما تجربه نکنین، من فکر نمیکنم اگه انسان شکست نخورده پیروز شده باشه. و امسال هم ماه هوت امتحانات هست، چقدر آمادگی گرفتی مورید جان؟ کدام امتحانات هم اینه؟ امتحانات سالانه که هست، از شما هم انشالله شاید در ماه هوت امتحانات شما از ما امتحانات ما کلن خلاص شد. ما سال جدید شد. سال جدید، 1400 چطور، چقدر آمادگی گرفتین به سال 1400؟ 1400 هم ما در یک ماه که رخصت داده بودن در کورس ها خواندیم، در مکاتب خواندیم، در مکتب هم کورس داشتیم، در اونجا خواندیم و آمادگی ما خوب است میشه. بسیار. در پاره‌ای که مکتب میریم روی جان، کدام کورس های دیگر تعقیب میکنیم؟ کورس ها ما این حال اوقا وقت نداریم که به کورس ها بریم، در مکتب بر ما تمام چیز یاد میتن و در اونجا میخونیم. ایش حالا به کورس رفتن نیست. بسیار خوب. میشه بگوی که البته خود بیشتر که تشویق میکنه در خانواده؟ مرا در خانواده مادر جان و پدر جان زیاد تشویق میکنن که باید درس بخونم و برادر و خواهرم هم نیز مرا کمک میکنند. بسیار خوب. و از بازی های مکتب، از بازی ها کدام بازی رو بیشتر خودت خوش داری؟ بازی ها من خودم در ورزش یک تکواندو کار هستم، در جوازجان تکواندو کار میکنم. بسیار خوب. و در بازی ها فوتبال هم کم خوش دارم، بازی های کمپیوتری اونا رو قدر خوش ندارم. خوش نداری؟ گیم که در کمپیوتر باشه بال باشه خوش نداری؟ نه خیر، در طفولیت بازی میکردم اما حالا چون کلان شده میفهمم که وقت زیاد ضایع میکنم. پابجی هم بازی نمیکنی؟ نه خیر. اما فکر میکنم که ابوذر پابجی بازی میکنه. ابوذر عزیز، میشه خودت بگی که گیم بازی میکنی یا نه؟ و خیلی از امروز نوجوانان عزیز ما پیش از اینکه برن مطالعه بکنن، درس بخونن، آینده خود بسازن، روی میارن به گیم. به نظر خودت چی است؟ خود در این نظر من این است که انسان اوقدر قادر نیست که 24 ساعت برد درس بخونه. بله. و کارهای شاقر انجام بده. و درس هم خودش یک ساعت درس خوندن مصادف است با 4 ساعت فوتبال یا بازی های اسمی کرده. یعنی او قضر نیست که در بازی های کمپیوتر رو بیارن، مقصد در یک هفته یک ساعت به خاطر تفریح اگه کار بکنن او خب مشکل ندارن. و سرگرمی خودت چی است؟ سرگرمی من خودم فقط تا مکتب میرم تا خانه میرم راست سرگرمی خود راست. و میشه بویی که در مکتب زیادتر علاقه مند کدام کتاب بودی و همیشه مطالعه میکنی او را؟ کتاب های ساینسی و اجتماعی هر دوش مهم است، یعنی انسان باید به هر وقت هر دوش رسیده کرده بتانه. و من در کتاب های ریاضی خیلی علاقه مند هستم، یعنی خودم هم ریاضی را خیلی خوش دارم و فامیلم در می هستم مرا تشویق میکنن، یعنی مرا پدر جانم باعث یک ریاضیدان میشنستم، میگه تو یک ریاضیدان هستیدم. بسیار خوب. در آینده میخوایی چی شوی ابوذر جان؟ در آینده
ما میخوایم که می خوشی فامیل ما ببینم و ما را میخوایم که دکتر شوم. یک چند لحظه اونا خوش باشن و به خاطر خوشی از اینا هر چیزی بگم فدایشان میکنم. آه. و اولا که دکتر میشم. وقتی که دکتر را خلاص میکردم میخوایم یک دیپلمات عالی شوم. بسیار خوب، آرزو میکنیم که بتونی خودت به این موفقیت دست پیدا بکنی، نه اینکه تنها تو، مریجان هم شما بتونه یک دکتر خیلی خوب شه. بازم خیلی تشکر از هر دویتون. میشه یک پیام داشته باشی مریجان؟ پیام بر تمام دوستای ما و برای تمام افغان همی است که باید بر طبقه اوناس و طبقه ذکور یک قسم درس باید برش فراهم کنن زمینه را و هم ورزش کنن و برای و همی فرهنگ مطالعه را نیز رشد بدن که تمام کشورهای جهان که فعلا ترقی کردن اونا از مطالعه و تحقیقشان بده و ما نیز باید مطالعه خود گسترش بدیم. بسیار خوب ابوذر جان، هم یک پیام داشته باشم به متعلمین کلبت سال 1400 را یا 15 و تغییر مکاتب شروع شوه، یک آمادگی داشته باشم و خود به عنوان یک جوان چی پیام داری برشان؟ قسمی که یک استاد من برام میگفت وقت بعضی هم میگن که طلاست، اما میگفت بدیل نداره وقت، وقت نمیتونیم با یک چیز بخریم و پیام مرا با این کلمه واضح میسازم که وقت بدیل نداره. جوانایی که میخواین به وطن خود خدمت کنن و افتخار جامعه باشن، لطفا از وقت خیش خیلی به درستی استفاده کنن. بسیار خوب، تشکر، یک پیام خیلی زیبا، آرزوی موفقیت میکنیم، باز هم تشکر کنیم، روز میهمان ما بودید، سپاس سلامت باشین.